به تازگی یک مجموعه فعال حقوق بشر که در نروژ وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را زیر نظر دارد، گزارش سالانه خود را درباره اعدام در ایران منتشر کرده است. این گزارش میگوید ایران دارای بالاترین آمار اعدام در 10 سال گذشته بوده است. آرش سیگارچی از طریق اسکایپ با محمود امیری مقدم، سخنگوی فعالان حقوق بشر ایران در اسلو گفتگو کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. گزارش ما نشون میده که اوضاع حقوق بشر در ایران در سال گذشته خیلی وخیم‌تر شده. به طور مشخص طبق آماری که ما منتشر کردیم، در ایران روزانه بیشتر از 1 نفر اعدام شدن در سال گذشته. اینا خب بیشترشون بر اساس آمار رسمیه و تعداد کسانی رو که ما شامل این آمار کردیم و از طریق مطبوعات رسانه‌های رسمی ایران تایید نشده بودند کمتر از 20%، ولی با این همه تعداد اعدام‌های سال گذشته میلادی بیشترین آمار 10 سال گذشته حداقل هست، که خب این خودش قابل توجهه. و نکته دیگه هم تعداد اعدام‌های خودسرانه است که شدیداً افزایش پیدا کرده، به خصوص پس از اعتراضات تابستان گذشته. به طور مشخص تعداد زیادی از کسانی که به اتهام محاربه در مثلا در زاهدان اعدام شدند، هیچ کدوم از این افراد نه رابطه‌ای با هیچ گروه محاربی داشتند، لااقل بیشترشون. و ما مشخصا کسانی رو میشناسیم که حتی روز قبل از اعدام خبر نداشتند که قرار اعدام بشند. 13 زن اعدام شدن سال گذشته، 1 نفر سنگسار شد و 5 نفر از اعدام شدگان افرادی بودند که به اتهام جرائمی که وقتی که کمتر از 18 سالشون بود به اعدام محکوم شده بودند، که این برخلاف کنوانسیون کودکانه که ایران هم امضا کرده. درسته. به نظر شما انتشار چنین گزارش هایی چقدر میتونه کمک کنه به جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران؟ خب هدف ما از انتشار این گزارش ها ایجاد حساسیت روی نقض حقوق بشره، چون که ما میدونیم جامعه جهانی و کلن سیاست کشورهای هم غربی و هم کل جهان ارجعیت خیلی بالایی به مسئله نقض حقوق بشر نمیدن. اگه ما دقت کنیم بیشتر فشارهایی که روی جمهوری اسلامی میاد سر مسئله اتمیه. ما میخواییم که نقض حقوق بشر حساسیت بیشتری داشته باشه. به همین دلیل این گزارش میتونه هم بین افکار عمومی مردم کشور خودمون و هم افکار عمومی جهان حساسیت بیشتری ایجاد کنه و شاید به این شکل جامعه جهانی هم مجبور شه ارجعیت بیشتری به نقض حقوق بشر بده و فشار بیشتری به جمهوری اسلامی بذاره.